رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، انقدر خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم، اصلا باورم نمیشه قلبم داره وای میسته. لطف دارید. سلام عزیز، بفرمایید. من از اروپا تماس گرفتم خدمتتون. قبل از هر چیزی خواستم بهتون بگم که من چند سال هست که با شما آشنا شدم و واقعا تاثیر خیلی مثبتی روی زندگی من گذاشتین. تونستم یه مقداری راهمو توی زندگی پیدا کنم. واقعا ازتون متشکرم. لطف دارید عزیز، بفرمایید. من 42 سالمه، فرزند دوم هستم از 4 فرزند و در سن 17 سالگی به خواست پدرم ازدواج کردم. پدرم اعتیاد داشت از قبل از اینکه من متولد بشم. همیشه توی بچگی شاهد کتککاری پدرم بودم که مادرم رو به صورت خیلی فجیح کتک می‌زد. چیزی که یادم مونده از بچگیم این که همه ما رو تو اتاق جمع کرده بود و بنزین ریخته بود روی ما، می‌خواست ما رو آتیش بزنه و میگفت من دختر دوست ندارم. همیشه اینو از بچگی من شنیده بودم که پدرم از دختر متنفر بوده، مادرم همینجور، تا زمانی که برادرم که فرزند آخر میشد با اختلاف سال تقریبا 7 سال متولد شد و همیشه توجه خیلی خاصی به برادرم داشتن. من همیشه از همون تاریخ که یادم میاد از مرد متنفر بودم، از پدرم متنفر بودم، از برادرم متنفر بودم. زمانی که ازدواج کردم به خواست پدرم تا حدود چند سال از شوهرم متنفر بودم، از روی تنش متنفر بودم. چیزی که یادم میاد از بچگیم که هنوز با این مسئله درگیر هستم، من از سن 5-6 سالگی چیزایی توی زندگیم میدیدم که میدونم اینا وجود واقعی ندارن، مثل سایه یا صداهایی رو میشنیدم و تا الان هنوز هم درگیر هستم با این مسئله. هر جایی که پیگیری کردم بهم گفتن که به خاطر دیپرشن شدیدی که هست داری. شوهرم متاسفانه خیلی به من خیانت میکرد و همیشه منو مورد ضرب و شتم قرار میداد. یک پسر 18 ساله دارم و زمانی که پسرم تقریبا 3 سالش بود ما از هم جدا شدیم به خواست شوهرم و من زمانی که حامله بودم بسیار کتک خوردم، بسیار تحقیر شدم. زمانی که پسرم به دنیا اومده بود چشماش رنگی بود و شوهرم منو کتک میزد و به من میگفت این بچه مال کس دیگه ای هست. بذار من از شما 3 تا سوال کوچولو دارم. That's okay عزیزم. بله. سوال اول اینه که من از حرفای شما فهمیدم که شما اول 3 تا دختر بوده، 4 پسر شد، درسته؟ بله درسته. اوکی. دوم که اعتیاد پدر به چی بود عزیز؟ به تریاک اعتیاد داشتن آقای دکتر. اوکی. و شما چه مدتی از اروپا هستید؟ تقریبا 2 سال میشه، ولی من سال 2015 رفتم کشور ترکیه پناهنده شدم و چون دیدم نمیتونم بیام بالاخره از راه قاچاق مجبور شدم با پسرم بیام. پس بنابراین با پسر 18 سالتون الان شما 2 سال در اروپا هستید؟ بله. اون وقت 15 سالی هم هست که از همسر سابقتون که پدر پسرتون جدا شدی؟ بله. اوشون هم معتاد بودن و هم خیلی دست بزن داشتن و هم خیلی خیانت میکردن و چون شرایط مالی خوبی داشتن پدرم همیشه به من میگفت تو مشکلی نداری، باید باهاش بمونی. یعنی بارها من اقدام کردم برای طلاق ولی خب اجازه نمیدادن، خانواده منو تهدید میکردن. خب شما با وجودی مدتی در ایران موندی در حالی که جدا شده بودید، اون موقع زندگیتون چگونه میگذشت؟ خودم آقای دکتر کار میکردم، توی آرایشگاه کار میکردم و خیلی سخت زندگیمو میگذروندم و یک مقدار خیلی کمی هم نفقه از طریق همسر سابقم به ما تعلق میگرفت. خیلی خب، حالا بریم برگردیم. الان که گفتید 2 سالی هست که اروپا هستید، یه سال آخر رو ازتون میگم، پسر در چه شرایط و وضعیتی هم از نظر روانی و درس و به هر حال زندگیست؟ آقای دکتر راستی هستش، یکی از دلایلی که تماس گرفتم همین هستش. متاسفانه حال روحی خوبی نداره. زمانی که من رفتم ترکیه بعد از 1 سال چون حضانت پسرمو نداشتم بردمش با خودم و این اشتباهو کردم و پدرش ما رو پیدا کرد و اومد بچه رو از من گرفت
و حدود 4 سال و نیم پیش پدرش بود. و زمانی که دیگه من تصمیم گرفتم به اروپا بیام، مجبور شد و آوردش پیش من. زمانی که پسر من اومد اصلا یک پسر دیگه بود، چون پسر من از بچگی تشخیص ADHD دادم براش و از سن تقریبا 7 سالگی داروی ریتالین مصرف میکرد، مشکل خواب داشت همیشه. الان از وقتی که یعنی استری دوم که حدود 3 سال پیش که همسر سابقم آوردش که من بیارمش با خودم اروپا، داروی فلوکساتین براش شروع کردن در همونجا، مشاوره من براش گرفتم، خیلی خودشو کات میکرد و خیلی تو خودش بود، همش حال بد داشت. و اینکه الان از وقتی هم که اومدیم اروپا خیلی شرایطش بدتر شده، چون نمیتونه اینجا با این شرایط بخش پیدا کنه و دوست نداره منو ترک کنه، دوست داره با هم باشیم، اما خب خیلی تنهاست. کالج میرفت تا 1 سال پیش، ولی همیشه دیر میرفت، همیشه دیر میرسید برای همه چی. الان جوری شده که توی نظافتش مشکل داره، افسردگی شدید شده. الان بهش داروی سرترالین 100 میلی گرم شروع کردن، از 50 الان 100 شده بهش دادن، ولی خب اصلا انگیزه و امید نداره. بچه باهوشی هستش ولی خب خیلی تنهاست. هر جمعی که من میرم یا هر کاری که من میکنم یا هر ارتباطی که داشته باشم میگه من دوست ندارم بیام، آدم ها خیلی پوچ هستن، زندگی خیلی علکیه، خدا وجود نداره. و خودم هم متاسفانه از وقتی که اومدم اینجا دیپرشن گرفتم، چون ما هیچ کس رو نداریم اینجا و خودم هم روی دارو هستم. ولی خب من با توجه به تجربه های قبلم که داشتم، یک بارم من توی قسمت روانی توی بخش ایران بستری شدم به خاطر که خیلی خودم رو کات می کردم و به خاطر که خیانت شوهرم رو با دوست صمیمی متوجه شدم و به خودم آسیب می زدم. اون تجربه باعث شده که الان اجازه ندم به اون مرحله برسم و می دونم که مسئولیت بچه رو من دارم. به خاطر همین تمام تلاشم رو می کنم که قوی باشم. الان از وقتی که اومدم شروع کردم به یادگیری زبان انگلیسی، پیشرفت کردم، مترجم احتیاج ندارم، توی آرایشگاه کار میکنم 3 روز در هفته، 2 روز رو درس میخونم، نقاشی میکنم، نمایشگاه میذارم. ولی خب متاسفانه یکی از مشکلات این که خودم نمیتونم، روحی خوبی ندارم، بیشتر وقتا حالم بده و نمایش میدم که من خوب هستم. و اینکه حال بدی پسرم باعث میشه که من مثل یه آدم فلج باشم، نمیتونم خوشحال باشم. حالا اولا ببینید، یکم من در جهت اینکه تشخیص شما و پسرتون فقط افسردگی باشه شک دارم. این هم که اشاره میکنین پسرتون کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی داره، برخی از اوقات واقعا هیچ چیزی جز همون شاید 2 قطبی منیک دیپرشن نباشه، که یکیش افسردگیتون، یکی به نظر میاد بیش فعالیتی، در حالی که اونم حالت منیک یعنی شیدایی و سرخوشی رو داره. یکمی در اون باره شک دارم. دوم، حتی اگر افسردگی باشه، افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه. یعنی ما احتیاج هم به روان درمانی داریم، چون دارو درمانی مقدار مثل سر علف حز رو میزنه و بنابراین خب ما اونو نمیبینیم، اما چند روز بعد دوباره بیرون میاد. روان درمانی میخواد که بتونه به ریشه دسترسی پیدا کنه. خب این یه کاریست که حالا در اروپا برای شما مشکله، هزینه داره، ایرانی کمتر پیدا میشه. الان داره میره آقای دکتر. خب در چه شدتی داره میره؟ به صورت تروماتراپی یا همچین چیزی هست میگن؟ خب آخه تروما میره. نه متوجه هستم، تروماتراپی رو متوجه بذارم، حتما خیلی خیلی خوبه که میره. ولی بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. اون مدتی که شما جدا شدید و پروی پدرش بود، از چه سنی بود؟ یعنی از 3 سالگی با پدرش بود یا برای یه مدتی با شما بود؟ نه، از سال 2016 تا 3 سال پیش با پدرش بود، حدود 4 سال و نیم. قبل از اون اصلا پدرش رو نمیدید، حتی فکر میکرد بابای من شوهر منه، به من میگفت بابا جون ازدواج کن، یعنی در این حد بود. اصلا پدرش خونه نمیومد، نمیدیدش هیچ وقت. حالا درسته پدرش نمیومد، ولی اون باید میدونست که روابط شما کجاست، همونجاست که بچه ها رو گیج و گرفتار. بذار ازتون یه سوال بکنم،
زندگی با پدرش در هر دورانی که بوده، 3 سال 4 سال که مثل که این گونه که شما میگید مثلا بین 10 تا 13 14 سالگیش بوده، بله در چجوری پدرش در خونه از او مواظبت و مراقبت کرد اگر میکرد، یا اینکه نه اونجا هم مسئله و مشکل داشت پسره؟ متاسفانه اونجا مسئله و مشکل داشت، پدرش دست بزن داشت، اونو کتک میزد. اصلا برای خوردن من یادمه که به من میگفت که مامان اگه تخم مرغ بود پنیرم من میخواستم بخورم، بابا میزد تو سر من میگفت یا تخم مرغ یا پنیر. بعد چقدر آب میخوری، دائم تحقیرش میکرد، چون زمانی که با من حرف میزد همش به من میگفت من زشتم، من بدم، و مثلا برای خوردن خیلی خجالتی بود و احساس میکرد خیلی میخوره، سربار هست. و متاسفانه پدرش تو طول این مدت زنهای زیادی رابطه داشته و اون زنها رو تو خونه می آورده و این بچه هم توی اتاق خودش بوده. به من گفت ماما من هنسفیریم رو می داشتم که صدای بابا رو نشنوم با این خانمایی که می آورد. متاسفانه اونجا هم شرایطش خیلی بد بود و من هر موقع باهاش صحبت می کردم پدرش کنارش نشسته بود، چون اجازه نداشتم، یعنی شماره تلفنی نداشت که با خودش حرف بزنم. تو اون مدتی هم که ترکیه بودم خودم کار میکردم، خرجی رو هم براش میفرستادم، خرج خوراک و پوشاکش و اینا، ولی خب بازم پدرش خیلی اذیتش میکرد. الان دقیقا چه مدتی است در اروپا با شماست؟ 2 ساله؟ پسرم الان دقیقا ما 2 ساله که اروپا هستیم. یعنی شما و پسرتون، درسته؟ بله. آیا دبیرست این که بیان اروپا هم ترکیه بودیم؟ بله. متوجه. آیا دیپلمش رو گرفته یا نگرفته در اروپا؟ نه، امسال نتونست کالج رو ادامه بده، داشت میخوند که GCSE رو پاس کنه که بره A-level و نتونست، نرفت. کلاساش انقدر دیر رسید که حذف کردن اینو، دوباره سپتامبر باید بره کلاس. شما پس بنابراین در انگلستان هستید؟ بله. اون وقت میخواد بره درس بخونه که امتحان رو بگی، بعد میخواد بره دانشگاه، میخواد چی کار کنه بعدش؟ من که باهاش صحبت میکنم میگه میخوام برم دانشگاه، میگه میخوام دندونپزشک بشم یا IT بخونم، میخوام بخونم. مثلا یه بار با من نشست صحبت کرد، به من گفت ماما من میدونم باید خیلی کارا رو انجام بدم ولی همش خستم، انرژی ندارم، انگیزه ندارم. متاسفانه من این جمله شما هزار بار شنیدم که میگین شب بیداران روز خواب، شبا کلن بیداره و روزا میخوابه. و هر راهی که من میرم باهاش به هیچ نتیجه نمیرسم، تشویق بوده یا حتی مثلا تغذیه بوده یا هر چیزی که دوست داشته یا مثلا فیلمی، هر چی، هر راهی میرم میگه نه، من خودم ترجیح میدم که شب بیدار باشم، نمیدونم تسلا اینجوری بوده، اون اینجوری بوده، اینا اینجوری بودن، نه مشکلی نیست برای من. نه تسلا اینجوری بوده اونجوری بوده، یعنی چون اونا مثلا یعنی اونا هم شب نمیخوابیدن، اونا هم شب نمیخوابیدن، مشکلی براشون پیش نمی اومده، اونا هم مشکل نداشتن. تو زیادی حساس هستی و من واقعا عاجز شدم. نه نه سب کنی، نه حرفش این است که من چی ببینید عزیز، البته اون حرفا که بسیار بی‌معنی و خالیه، اون قصه دیگری است. ولی اگر پسر شما، چون شما اشاره کردید اون موضوع مهمه عزیز، داشتن انگیزه، داشتن امید، آرزو و یا هدف خیلی به بچه ها کمک میکنه. یعنی بزرگترین عامل بازدارنده بچه ها از اینکه بیفتند این است که یه همت بلندی داشته باشن و بخوان دندان پزشک بشن یا IT کار کنن. یعنی شما اگر با وجود که ممکنه هیچ ارتباطی الان بین نوع زندگیش و کارش و ماجرای دندان پزشک شدن یا IT توی این سیستم رفتن نباشه، اگر اینو درش زنده نگه دارید تعجب نکنید، 50% مشکل پسرتون حل کردید. یعنی میخوام بگم شما مانند بقیه یک به این موضوع نگاه نکنید که تو کاری براش نمی کنی. نه، حتی حرفی که او داره به شما میزنه معناش این است که من از یه راهی میرم، نه اینکه از راهی که او میخواد بره به نتیجه میرسه، ولی بعدا راه مناسب رو میتونه پیدا کنه. من جوانای مانند پسر شما رو تو کار تراپی فراوون دیدم
که همینقدر که تونستم اون آتش مربوط به درس خوندنشون رو یا دندان پزشک شدنشون یا یه کاری در زمینه IT داشته باشه یا هر چیز دیگری غالب اوقات نجات پیدا کردن. برای که این درست مانند آدمیست که هر اندازم الان مشغول باشه و کاری که باید بکنه رو نکنه یه هدفی داره، حالا یه زمانی راه میفته، بقیه تو 5 ساعت میرن، اون تو 10 ساعت میره، اون از 2 سال بعد شروع میکنه. یعنی اونو درش زنده نگه دارید و این امید که حرف این است که تو با هوشت، استعدادت، قابلیتات، توانایی‌هات از عهده این که دندان پزشک بشی یا تو IT متخصص بشی برمیاد. من اصلا تو اون شکی ندارم. فقط به من بگو که درست مثل این که ما اگر بخوایم بریم خونه یکی از عزیزانمون باید از یه راه مشخصی بریم، اگر میخوایم زمان کوتاهی باشه و یا کوتاه‌ترین راه رو انتخاب کنیم. به من بگو چی کار میخوای بکنی. اولا اون ازش نگیرید. دوم این که بر اساس حرفاتون باید مطمئن باشیم ما تشخیص ADHD داریم، یعنی کمبود توجه و بی‌فعالیتی، یا مانیک دیپرشن دو قطبی. یعنی این اون چیزیست که بسیار مهمه، برای که هم از نظر دارو، هم از نظر برخورد باهاش، هم از نظر معالجش دو تا دنیای متفاوته. و بنابراین شما ببینید اگر میتونید از طریق تستی که در انگلستان هست، ولی اگر بتونید تست تووا یا اگر بتونید از بیمتون استفاده کنید یک QEEG بده و تکلیف رو مشخص کنید که ما با کی طرفیم، یعنی مغزش چگونه کار میکنه. چون خود شما هم یه اشاره به ماجرای افسردگیتون کرد، پدرش هم که زمینه به هر حال اعتیاد و اون گرفتاری ها رو داشته، یعنی فرزند شما معلوم از نظر ارثی یا ژنتیک آسیب دیده است، یعنی مغز آسیب دیده، سیستم عصبی، سلسله اعصابش آسیب دیده، ولی باید بدونیم چه هست. بنابراین شما اولا اون دکتر یه مسئله دیگه من یادم رفت خدمتتون بگم، ببخشید توی حرفتون اومدم. از طرف پدری خود عمه کوچیک من اسکیزوفرنی هستش و سالها درگیر این مسئله بوده و چون پدرم نمیدونسته، من یادم میاد که بچه بودم میدیدم پدرم عمم رو کتک میزد به صورت خیلی وحشیانه با کابل با هر چیزی که میتونست. عمه دیگه من اون دیپرشن خیلی سنگین داره که انقدر سنگین دیپرشنش که حاضر به معالجه نیست. پدر خود من هم دیپرشن سنگین داره و نمیدونم، یعنی از نظر ژنتیکی هم اینها مثلا متوجه شدیم، ما همه در خانواده خودمون هم چند تا خواهری و برادرها سابقه خودکشی داشتیم، خود من و خود پدرم، خود عمه هام، یعنی از طرف پدر ژنتیک خیلی بیماری داریم متاسفانه. نه پیداست عزیز، از حرفایی که زدید و اینکه مخصوصا خودشو در حقیقت زخمی میکنه، قطع میکنه، میبره، علامت بدیه. ولی من امیدم اینه و فکرم میکنم احتمالا نزدیک به واقعیت که پسرتون با توجه به نوع کارایی که داره میکنه و حرفایی که شما زدید اسکیزوفرنی رو نداره، یعنی اون درش نیست. نتیجتا ما با مشکل مانیک دیپرشن میتونیم همراه باشیم یا اختلالات و اشکالات دیگری. حالا بیاید ازتون این سوال رو بکنم، برای که ذهنیت شما رو میخوام متوجه بشم. بیاید با شناختی از پسرتون دارید، حرف شما این است که تو بهتر دیپلمتو بگیری دیگر، این بهتر اینو داشته باشی، ولی اگر به عهده خودش بگذارید یا فکر میکنید خودش چگونه میخواد زندگی کنه، شب بیداری، روزخوابش رو متوجهم که اون خودش عامل بسیار بزرگی برای آسیب دیدن و موفق نشدن در زندگیش و پیشرفتی نداشتنه، اون حالا فعلا مشکلی است که شاید نشه رفت سراغش، ولی فکر میکنید اگر راهاش کنید یا بهش بگید خب چی کار میخوای بکنی، واقعا فکر میکنید میخواد چی کار کنه؟ من فکر میکنم آقای دکتر حرف میزنه ولی عمل نداره و کلن من اینو امتحان کردم، چون اینجا سوشال ورکر به من گفت خیلی بهش پوش میکنی، یکم فضا بده و من این کارو کردم. یعنی زمانی که من رهاش کردم تمام کلاساشو دیر رفت، چون من بیدارش میکردم هر روز، چون اگه نمیکردم میموند
و به جوری شد که یعنی کلن یه بعد غذا میخورد، بعد حتی مثلا ماها میشد مسواک نمیزد، من حمام نمیرفت که حتی مثلا بوی بد انقدر میداد که سوشال ورکر به من میگفت لطفا مثلا شما یه جوری باش صحبت کن، میخواد بیاد و اینا دوش بگیره. به این شدت رسید زمانی که من رهاش کردم و از این ورم به من فشار آوردن، گفتن بهش فشار نباید بیاری، نباید جایی که دوست نداره ببریش، نباید مجبورش کنی بخواد بره ورزش، هیچ مجبورش نباید بکنی، چون از من شکایت میکرد، میگفت منو مجبور میکنه بریم پیاده روی یا هر چیزی. کلن من که رهاش کردم از کالج موند، از نظافت موند و کلن وقت سرپایینی که یعنی دیگه از نظرم نزدیک. خب ببینید عزیز، دو تا مسئله اینجاست. یه زمانی است که شما اگر رهاش کنید همطور که میگید هیچ جا نمیره، ولی اگر پشتشو بگیرید چون زمینه و ظرفیتشو داره انجام میده، یعنی خیلی از اوقات مورد شما رو مطمئن نیستم، به مادرها یا به پدرها توصیه میکنم کاملا تو کارها دخالت کنید، یعنی اینکه به شما گفتن اونقدر دخالت نکن، انتظار نداشته باش، به قول معروف پشت نکن، بیدارش نکن، من باش موافق نیستم. یعنی برخی از اوقات درست مثل اینکه شما برای اینکه اتومبیلتون روشن بشه باید سویچو به هر حال سر جاش بچرخونید و این اتومبیل روشن نمیشه. خیلی از اوقات هم آدم ها اون ستارت اولیه رو میخوان ولی بعد یه مقداری از کارها رو انجام میدن. گله و شکایت شدم از این که به من نگو تو کار من دخالت میکنی و تو به من فشار میاری، اینا اصلا مهم نیست، مهم نیست. ولی که مثلا فرض کنید اگر قرار بود من کنار شما بودم بهش میگفتم که تو میخوای بری مدرسه، مدرسه قرارش اینه که صبح سر این ساعت اونجا باشی، برای که اونجا باشی تو باید صبح این موقع بیدار بشی که بتونی اون موقع برسی. خودتو چون این کار رو نمی کنی، مادر مثل ساعت میاد تو رو بیدار میکنه که بری سر کارت. اشکال این چیه؟ چرا فکر کنی فشار تو رو میذاره؟ و اگر نکنه چه خواهد شد؟ خب مطمئنم پسری با توجه به سنش و شرایطش خب جوابی برای شما نداره جز این که یا بپذیر خودم باید این کار رو بکنم و میکنم که بهش بگو هر وقت کردی مادرم از صحنه میره بیرون، ولی تا زمانی که نکردی مادر تو رو بیدار میکنه، و یا این که تصمیم میگیره که به گونه دیگه ای عمل کنه تکلیف ما رو روشن میکنه. البته مجبورم به شما بگم علائم و نشانه های الانی که اشاره کردید به رفتار پسرتون من رو کمی نگران کرد، یعنی اینا علائم و نشانهای خوبی نیست، سیستم استدلالیش هم همینطور. بعدم خود شما یه اشارهی به ماجرای شاید توهمات و افکار باطل خالی از واقعیت مربوط به خودتون اشاره کردید، خب همه اینا یه مقدار علائم و نشانه هایی هست. تشخیصی هم که روی فرزندتون دادن بر اساس حرفای شما در حقیقت ADHD و افسردگی چیز دیگری نیست، درسته؟ نه، ولی خب اینجا دو تا سوشال ورکر به من گفتن که ما حد میزنیم که اوتیسم هم باشه و به من یه فرمی دادن چند روز پیش اوتیسم باشه، گفتن حد میزنیم این مرد اون از کجا در اومد؟ چشمی نداره و نمیتونه کارهای خودشو انجام بده، از عهده کاراش بر نمیاد، تنها هست، در خودماندگی داره. به من یه برگه رو دادن که اینا رو پر کنم و اونام پر کنن که بره زیر نظر حالا دکتر یا هر چیزی ببینیم داره همچین چیزی یا نه. خب این موضوع یه بعد تازهی به مسئله میده. البته با توجه به توضیحی که درباره چگونگی زندگیش دادید که شما با پدرش چگونه بودی تا بعد در سن کم او جداش داری تا مدتی با پدرش بود و بعد با شما بود و پدر برخوردی آنچنان سخت و تلخ و بد با او داشته، خیلی از اوقات ماجرای فرار از آدم ها و اینکه نمیخوان چهره به چهره بشن یا چشم به چشم بیندازن که مرتبط به علائم آتیزم یا در خودماندگی، ولی در اینجا یک چیز آموخته شده است که بر میگرده هم با احساس خجالت هم با احساس استراب و خشم و تنفر. یعنی ما گرفتاریم عزیز،
یعنی شما در شرایط خوب و مناسبی اصلا نیستید اصلا. حالا من چی دیگه بزه؟ این مدت بله فکر کردم، چیزی که به ذهنم رسید یکی این مسئله راجب پسرم هستش. من سر کار برام یه مسئله پیش اومد با همکارام، با یکی از همکارا، و خیلی من ناراحت بودم و زمانی که اومدم خونه متوجه شد، اومد منو بغل کرد و خیلی با من آروم مهربون بود و حرفایی که به من میزد خیلی مثلا منطقی بود، جوری بود که قشنگ من قانع شدم. یعنی زمان این که بخواد نقشی رو ایفا کنه یا اگه بخواد درکی رو از واقعیت داشته باشه، حتی خود تراپیستش هم گفت درکش از واقعیت خیلی خوبه. و چیز دیگه ای که به ذهنم اومد اینه که ما صحبتی که داشتیم بعد از اینکه دارو شروع کرده یه مقدار انرژیش بیشتر شد، صحبتی که ما با هم دیگه داشتیم به من گفت ماما من خیلی دلم میخواد، میدونم خودم هم باید این کارا رو بکنم ولی نمیتونم، نمیدونم چرا نمیتونم، اصلا انرژی این که ندارم، یعنی همیشه خسته هستش و نمیدونم. حتی من خب یه دلیلش خوابشه عزیز، یه دلیلی مسئله خوابشه و اینکه خواب ای بس و عمیق و سنگینی نداره، چون اگر ما به اندازه نخوابیم از ذره کمیت یا خواب عمیقی نداشته باشیم، کم انرژی هستیم، بی حوصله هستیم، حساس و شکننده میشیم. معمولا ساعت خوابش کی تا کیه؟ که گفتید که تازه بیدار میمونه، تا کی بیدار؟ 6 صبح میخوابه. الان دیگه از وقتی که کالج رو دیگه بهش گفتن نیا خیلی خیلی ناراحت شد، حتی چندین بار به من گفت مامان برای من طناب بخرم، من میخوام خودم بخوشم، که من اینا مثلا باستو شاروکر اینا در جریان گذاشتم، خیلی مراقبش بودم و مرخصی گرفتم از سر کار، سعی کردم ساپورت عاطفی داشته باشم بیشتر براش کنارش باشم. 6 صبح اینا میخوابه، الان که دیگه کالج نمیره اصلا، کل روز خونه است. بعد ساعت 3 اینا بیدار میشه، یه چیزی میخوره، دوباره یکم دیگه میخوابه، دوباره از 6 بیداره تا فردا دوباره 6. خب البته میدونید یه دلیلی که داره این زمینه آمادگی داره اینه که در ایران بوده که یه ذره تفاوت زمان هست، چون خود اون متاسفانه اشکال ایجاد میکنه. ما اگر در یه منطقه هستیم که روزا با جای تازه که میدیم شب یا برعکس هست، البته شما در انگلستان هستید اونقدر فاصله نیست، ولی موضوع هست، مسئله اصلی مسئله خوابش عزیز، برای که در خوابی که اون بازسازی لازم صورت نمیگیره و خوابی که این گونه داره، چون مخصوصا خواب قراره در تاریکی شب باشه به خاطر نبودن خورشید و یا امواج و اشعه هایی که اون داره، همه اینا مسائل بسیار جدی است که فرزند شما گرفتارشه. ولی اگر فرض کنید صحبت شما باشیم باشه که اکثریت مردم شبا میخوابن روزا بیدارن و تو میتونی چند روز بیدار بمونی بعد شب خوابت میبره، پاسخش به شما چه خواهد؟ ببینید شما با لغتی که با شما بازی میکنه ما مسئله داریم و اون لغت نمیتونه. خیلی با لغت بله من نمیتونم، یعنی من نمیتونم، یعنی چی نمیتونم؟ میگه من میتونم زندگیمو مدیریت کنم و تو شب تا صبح ساکت هستش و من ترجیح میدم که فیلم بخوام ببینم، بازی کنم یا هر چیزی، شب تا صبح باشه دیگه تو صدام نمی کنی. خب باید خوابشو که خواهد بود، آخه داستان این است باید خوابشو روز میخوای بکنی زمانی که باید بری کار بکنی. من آقای دکتر چون دیدم همش پای اینترنت هست و بازی میکنه، وای فای خونه رو قطع کردم و یه لیمیت سیم کارت لیمیت دار براش گرفتم که محدود باشه اینترنتش و اینجا دوباره رفتم اعتراض کرد و دوباره همه اینا ریختن رو سر من که چرا داری اینجوری میکنی، این حالش رو بدتر میکنه و گفت که خوابم رو تنظیم میکنم. حدود 2 هفته هم خوابش رو تنظیم کرد. یعنی چجوری تنظیم کرد؟ یه روز کامل نخوابید که بتونه شبش بخوابه و این توانایی یا این مسئله رو هم داره که شده حتی 2 روز رو هم نمیخوابه 48 ساعت و از بچگی اینجوری مسئله خواب کمخوابی رو از بچگی داشت. خواهر بزرگ من هم همین مسئله خوابو داره، یعنی مثلا برای من اگه 6 ساعت کافیه اون 2 ساعت به خواب شارج میشه، نمیدونم چرا. خب اون زمینهای منیک عزیز، من عادتهای شیدایی و سرخوشی هاست که خودشو به صورت
نیاز کم به خواب خودشونه و گرفتارید عزیز. حالا بذار اگر بگید که خیلی خوب پسرم، میخوای چجوری زندگی کنی؟ میخوای چی کار کنی؟ گفتی این گونه که تو داری درس بخونی که نمیتونی دندان پزشک بشی، میتونی؟ پاسخش بکنی به شما چیه؟ این صحبت رو بعد از اینکه کالجش رو از دست داد من باهاش کردم و بدون اینکه بخوام سرزنشش کنم و بهش گفتم که ماما الان شرایط اینجوری شده و تو این راه رو نمیتونی بری. من نمیتونم بگم میخوام لاغر بشم، هر روز غذا زیاد بخورم، باید یه غذا متعادل کنم تا بتونم وزن کم کنم. گفت به من فرصت بده الان که من هیچ کار انگیزه ندارم، ولی خب بخوام برم کالج خوابم رو تنظیم میکنم. دیدی که اگه بخوام خوابم رو تنظیم کنم میتونم. و اینکه مثلا بعد از قرصاش که شروع کرده حدود دو هفته پیش به من گفت ماما من میخوام با تو بیام جیم یا منو شنا ثبت نام کن. دوباره من هر روز اینو بزار میکردم پاشو بریم جیم یا بریم ببینیم چیکار میکنیم، چون شب نخوابیده بود نمیتونست صبح بلند شه و دوباره هی کنسل میشد. و زمانی که کنسل میکنه خودش حالش بد میشه. من اینو متوجه شدم، خودش رو سرزنش میکنه و از من فرار میکنه و میگه تو اتاق من اصلا میشه سه روز نمیبینمش، غذا رو من درست میکنم میاد بیرون میخوره، مامان دستت درد نکنه میره داخل اتاق، دوباره گریزون میشه وقتی یه اشتباهات اینجوری میکنه. و اگر بهش بگید فکر کنی این نوع زندگی تو رو به جایی میرسونه، فکر میکنید این سوال رو جدی میگیره، به شما پاسخی میده، یا احتمالا فکر میکنید بهتون چی میگه؟ من این صحبت رو هم باهاش کردم و خیلی دوستانه به من گفتش که گو مامان من با تو خیلی فرق دارم، تو میخندی، تو خوشحالی، ولی من تو زندگیم خیلی سختی کشیدم، خیلی درد دارم، تو سینه من پر از درده و به هیچ آدمی توی دنیا اعتماد ندارم که بخوام حرفامو بهش بزنم. و این که من هیچ ببینین عزیز، من نمیخوام بگم شما از عهده گفتگو با او برمیایید، ولی فرض کنین همین جملات آخرش، من به هیچ آدمی اعتماد ندارم، به شرط به اعتماد نمیکنم. مثل من برگردم بگم تو خیابون من مردم اعتماد نمی کنم که بتونن راه برن، مردم دارن راه میرن، یا تو مغازه دائم به من هشدار میده مامان با کسی دوست نشو، مامان آدما بد هستن، آدما اون چیزی که نشون میدن نیستن، بعد بهت ضربه میزنن، بعد ناراحت میشی، به کسی اعتماد نکن، دوست نباش با کسی، خودت بهترین دوست خودتی. دائم به من اینا رو میگه و نمیتونه با کسی دوست شه و نمیخواد، فکر میکنم نمیخواد، چون که خیلی هم ابوس و قیافه ابوسی داره و خیلی هم ساکت و خجالتی هست. یعنی توی جمعی اگه باشه قرار بگیره اصلا چندین ساعت هم بگذره صحبت نمیکنه، ولی با دوستای خودش پشت خط تلفن خوبه، میخندن، صحبت میکنه، ولی بیرون از اون دایره کسی. خب این دوستان چگونه دوستانی هستن؟ یعنی چه کار دیگری غیر از این گفتگوی تلفنی با هم دارن؟ اینا دوستایی هستن که تو اون مدتی که کرونا بوده که پیش پدرش بود توی خونه بوده، یعنی 6 ماه شده بوده که اصلا بیرون نیومده بوده، و اینا از طریق همین بازی با هم آشنا شدن، با هم دوست شدن و با هم میخندن. یعنی تا یه حدودی من میدونم بیوگرافیشون، از خودش بزرگتر هستن، بازی میکنن، اونام آدمایی هستن که شب بیدارن، روز خوابن، هدف و برنامه‌ای هم تو زندگیشون ندارن. آیا وقتی می‌خواستید بیاد اروپا و دلش می‌خواست بیاد اروپا؟ بله، خیلی خوشحال بود، همش به من میگفت مامان ببین من خیلی برنامه دارم، من همش استرس داشتم، میگفتم تنهاییم، هیچ کس رو نداریم، چیکار کنیم، شرایط مالی نداریم، نه من هستم، من پشتتم، نگران نباش. ولی خب همه چی اولش هم خوب بود که اومدیم، تا چند ماه اول خوب بود، یعنی تا زمانی که قبل از اینکه بیایم اروپا میرفت باشگاه، خوابش تنظیم شده بود، اومده بود پیش خودم، یک سال تو اون یک سال اجتماعی شده بود. ولی زمانی که اومدیم اینجا تا 3 ماه اول خوب بود، هنوز یه مقداری اثراتش بود، بعد انگار همه چیز رفت به سمت سرپایینی و الان دیگه هر کاری که میکنم بعضی وقتا احساس کنم دیگه انرژی و توان ندارم براش بذارم،
چون همه چیزای خونه رو باید انجام بدم، بیرون کار کنم، درس بخونم، اپوینتمنت های اونو مدیریت کنم، حواسم بهش باشه. یعنی بعضی وقتا واقعا فکر کنم دیگه دستای من جون نداره که این وزنو تحمل کنم. البته نه اینکه پیشنهاد دارم، اگر بگید من نمیتونم این وضعیت رو ادامه بدم، بنابراین میخوای برو ایران، میخوای هر جا بخوای بری برو، میدونم نمیتونید اینو بهش بگید، ولی فکر کنید چی کار میکنه. من اینو هم بهش گفتم بعد از اینکه کالجش اینجوری شد، بهش اینو گفتم. بعد چند ماه که دیدم همین رویه داره بدتر میشه، گفت من ایران نمیخوام برم، من میخوام پیش تو باشم، تو به من معنی خانواده رو یاد دادی، من واقعا تو رو دوست دارم، میدونم بچه خوبی هم برات نیستم، ولی خب ایران نمیخوام برم، ولی اگه بخوای بکن من به سوشال ورکر اینا میگم که یه جایی هست نگه میدارن جوونا رو، من میرم. که به اونا اطلاع داده بود، اونا هم اومدن با من صحبت کردن، گفتن که تو مامان خیلی خوبی هستی، پسرت هیچ جای دیگه نمیتونه جای بهتر از اینجا داشته باشه و ما نمیتونیم پسرت رو ببریم. یعنی چی نمیتونیم ببریم؟ گفتن که به خاطر اینکه اونا بچه‌هایی رو میبرین که مثلا خب پدر مادرشون مسئله داشته باشن، اعتیاد باشه یا مورد اذیت باشن، تو مادر خیلی خوبی هستی، خیلی قوی هستی، خیلی بهش خوب میرسی. اون یه حرفی برای خودش زده. نه ببین عزیز، من درباره ببینید درباره توانایی‌های شما، نظام عقلی و استدلالی و هوش شما مشکلی ندارم، ولی این درست مثل این مونه که شما مثل همه ما مثلا دستتون رو اگر بلند کنید ببرید بالا میشه دو متر، همه چیزتون درست، توانش هم ده. اشکال کار این است که چیزی رو که میخواید بردارید در فاصله دو متر و نیمه است، بنابراین بهش دسترسی ندارید، یعنی هیچی فرقی نمی کرد که شما یه متر باشید یا با دستتون دو متر. اینکه برگردم بگن شما مادر خوبی هستی تو چنین و چنانید قبول، ولی چیزی که از شما میخوان نیست. درست بس که بگن شما مادر خوبی هستید ولی آرشیتکت نیستید، دندانپزشک نیستید، خب نیستید. یعنی اینجا ما مسئله داریم. و بعدم گفتم پسر شما حرفایی که میزنید یک کمی منو میبره به این سمت و سو که میدونه ولی نمیخواد. همین جمله رو به من گفت دقیقا. خب بنابراین اگر زیر فشارش بگذاری چاید بکنه، خطر داره ولی چاره ای نداره، چون این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه از پادر میاد. بله خودم خیلی. یعنی میدونید عزیز اشکال کار نیست که برخی از اوقات واقعا کمک های ما به جایی که خدمت باشه خیانته، یعنی از کار انداخته نشه. به نظر میاد که پسر شما از نظر ظاهری و فیزیکی و بدنی اینا که هیچ مشکلی نداره. نه بنابراین این فرض کنیم میتونه بره روزی 8 ساعت بره توی مغازه کار بکنه. من اینو پیشنهاد دادم به سوشال ورکر، گفت کسی که خودش نمیتونه دندونشون باز بزنه مدیریت کنه چطور توقع داری بره کار کنه؟ من نمیگم توقع داری، پول رو از جیبم بدم که این بره فعالیت داشته باشه، چون باید نه اینا با واقعیت های انسان نه اینا با واقعیت های انسانی نمیره. نه اینا اینجوری کار نمیکنه. اون حرفای سوشال ورکر هم مال یک یا یه فرهنگ دیگه است یا یه نگاه سطحی به موضوع. من حالا بزنید یه چیز دیگه بگم. اگه که براش کار پیدا کنم بره بهترین کار اینه، بهترین کار اینه که بره سر کار. و بعدم هیچی، اونم هیچی، به یه کاری بکنه که بعد از دوران میکنه، مثل فرض کنید آدم هایی که توی رستوران کار میکنن، شبا کار میکنه، بعدم بیدار میمونه فردا تا ظهر ساعت 3-2-3 بعد از ظهر میخوابه، بعد ساعت 3 میره رستوران کار میکنه. به نظر من بهتره وارد زندگی شدی یه حرف دیگری، ولی که هم شما رو هم میتونم بهش بگم من میخوام برم برای مدت ایران و بنابراین تو اینجا میمونی، خودت باید از خودت مواظبت و مراقبت کنی، یک فکر میکنی چگونه به این موضوع نگاه میکنی، دو چه خواهد شد؟ فکر میکنم خیلی خوشحال میشه و میمونه کلن تو خونه راحت، غذا فست فود دوست داره، فست فود میگیره میذاره میخوره برمیداره و خونه رو هم نابود میکنه. خب پول نداره اومدن من تمیز کنه. خب بکنه کسیف باشه، پول از کجا میاره که بتونه غذا بخره؟ با
اگه من بهش پول ندم مجبوره بره سر کار. خب بنابراین شما نمیدید، شما میدید، میگید من دیگه نمیتونم. چون فکر نمیکنم بگه که آقای دکتر ما زیر پوشش دولت هستیم و کلن اون خودش یه ماهانه داره و از 18 سالگی به این ور به خودش تعلق میگیره، توی حساب خودش میده. اوکی. و یکی از حرفایی هم که به من، البته فکر میکنم اونو بعد از 18 سال براش رد کن، چون باید کار بکنه یا درس بخونه، چون الان هیچ کدومش. من بعید میدونم در یه سیستم مانند انگلستان بخوان به مردم از طریق سیستم دولتی این فرصت رو بدن که همجوری بیکار بگردن. متوجه هستم، من شما رو میبینم عزیز، شما هم یه عادت و اعتیادی به این نوع زندگی دارید به خاطر از کودکیتون تا به حال. یعنی حقیقتش این است که شما هیچ علتی، عاملی، موضوعی، مسئله‌ای نیستید، ولی بودن شما برای او لنگر میشه که حالا که یک کسی مواظب منه، حالا که یک کسی کار منو انجام میده، خب بذار بده. ببینید مثلا مطالعاتی که روی بچه‌ها شده که پدر مادر تکلیف‌های مدرسه‌شون رو کمک میکنن، مطالعاتش رو بده که وقتی به بچه‌ها گفتن تو مدرسه وقتی معلمتون میگه این کار باید انجام بدی، چی به ذهنت میاد؟ میگن به ذهنمون میاد که مامانم این کار رو چجوری میکنه. اصلا به این فکر نمیکنه که من باید این کار رو بکنم. و به نظر من شما با توجه به شرایط و وضعیت و حالی که داشتی، نمیخوام بگم تقصیر شماست، تکرار و تکرار، شما او رو از کار انداختید عزیز. برای هم دارید این وضعیت رو ادامه میدید. به من میگید رهاش کنم خطرناکه، انکار نمیکنم. ولی برخی از اوقات چاره نیست. شما من میخوام برم سه ماه ایران، هر چی میخواد بشه بشه. برای اینکه آدم ها وقتی تغییر میکنن که یک، سرشون به سنگ بخوره، دو، حوصله‌شون از خودشون زندگی سر بره. بنابراین پس میتونن تغییر کنن. شما من میگید با توجه به ویژگی های روانی و حالاتش و زمین های ارثی خطرناکه، متاسفانه با تون موافقم. ولی اگر الان محکم در 18 سالگیش این مسئله رو حل نکنید، بعدش از پا یه جور دیگه در ای بسا میفته رو خط مواد مخدر و یا اصلا میره تو کارهای خلافی که به نوعی او رو از بین میبره. یعنی میخوام به شما بگم مجبورید از این چارچوبی که معمول و مرسومه بیاید بیرون. و امید من این بود، آره امید منم این بود که کسانی که کمی آگاه هستند در انگلستان به شما رو کمک کنن که این کار رو بکنید. و به همین جهت که یکی از پیشنهادها میتونه این باشه که بگید تا اینجا اومدی دیگه بقیهش با خودت و من رفتم. احتمالی که به خودش بیاد خیلی بیشتره، این مثلا 70-80 درصده، برای که با توجه به حرفایی که زدید، ولی 10 درصد هم خطر داره. خودشو بکش. میدید آقای دکتر، من یه چیز متوجه شدم، مثلا در این حال اینکه ناامید هست، ولی یه جورایی هم خودش رو هم متوجه میشم. شاید من اشتباه میکنم، ولی فکر میکنم خودش رو هم دوست داره، چون بعضی وقتا از نظر تغذیه مثلا براش مهمه که حالا اونا برخی از اوقات زمینه های وسواس و استراب و یه نوع حالت های جبرانی داره. خیلی ببین عزیز، من خیلی صمیمانه و صادقانه به شما گفتم، راهی که شما میرید بچه دیر یا زود از پا در میاد. راهی که راهش کنید احتمال به خود اومدن رو داره، ولی خطرم داره. و بنابراین حالا یه تصمیمی درباره چیزی که هیچ کس دقیقا نمیدونه چه خواهد شده. من اگر پسر شما رو 2-3 ساعت باش حرف بیزدم خیلی چیزا میفهمیدم، و یا به هر حال متوجه میشم ما با کی طرفیم. 3 سالشه، 8 سالشه، 16 سالشه، 18 سالشه، چون نمیدونم. ولی اینگونه نمیتونه ادامه پیدا کنه و از پا در نیاد. ولی که اگر از این مرحله بگذره بره به 23 و 4، دیگه رفته، دیگه شما او رو نمیبینید. اینکه چه زمینه هایی برای بیماره، چون که خودم هم دیگه، یعنی
از سر ناچاری یعنی تماس گرفتم با شما که متوجهم. به نظر من شما بیاد شما باید یکی دو ماه بیاد برید ایران ببینید چی میشه، هر چه حال بشه بشه بدونی چی کنم. حرف این است که من میرم ایران و شاید هم همونجا موندم و تا ببینم اونجا چی میشه، ولی که به نظر میرسه تو اینجا به من احتیاجی نداری، منم برای تو کاری نمیتونم بکنم، هر کاری هم که میکنم به یه نوعی خرابکاریست در تو کار تو و زندگی. یه ذره بهش فکر کنید ببینید چه میکنید عزیز. بله حتما، مرسی. امیدوارم گشایش پیدا. میتونم یه سوال دیگه بپرسم ازتون راجع به خودم؟ نه خودتونو ول کنید، نه دیگه الان خود شما اون مسئله گرفتاری باشه. گفتم توانایی و آگاهی هاتون برای من جالبه تا، ولی نباید به اینجا میرسید تا میکشیدید، ولی خب به نظر میرسه فشارها بیش از اینا بود. یه ذره فکر کنید ببینید در ارتباط با فرزندتون چه کنید. من فکر کنم شاید اینکه او ببینید یه آدمی است که به نظر من یه جای خودشو به خواب زده، برای وقتی ببینید فایده نداره چشاشو باز میکنه، اینجوری نیست که خواب باشه بیش از این آگاهه. با حرفتون 100% موافقم، چون من اینو قشنگ متوجه میشم، حس میکنم اینو. یا بنابراین حرف این است که مادر من دیگه خسته شدم، دیگه منم برام هیچی مهم نیست. وقتی که عزیزترین و مهمترین موجود زندگی من پسرمه که از نظر من داره تلف میشه و هدر میره، پسری که میتونه بهترین دندان پزشک حتی این شهر باشه ولی برای من میگیره میخوابه، بعدم بهانش اینه که نمیتونم درس بخونم. چه آدم نمیتونه؟ هر کسی میتونه بشنه کتاب بخونه، میخوای جلو هر کسی کتاب بذاری بخونه. نمیتونم یعنی چی؟ تو میخوای یه کار دیگه ای بکنی برای که این مثلا رنجاور، یه کار دیگه لذت بخش مثلا میشین تلویزیون تماشا کنی یا بازی کنی با کامپیوتر. ولی این که تصمیم یه انتخابه، یه دنیای سخت و تلخی است که تو خودت داری میگی به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. یه دنیایی است که من و تو 20 سال من و یا بیشتر و 18 سال تو یا 10 سال 15 سال تو که داری رنج میبری. در یه همچین دنیای پر از زحمت و مشقت، من و تو اگر مواظب خودمون نباشیم کی میاد مواظب ما خواهد بود؟ و چه خواهد شد؟ تو که تازه اینقدر بدبینی در خصوص آدم ها، یا میگی این گونه است، اصلا بیا فرض رو بگیریم همینه. پس من و تو اگر مواظب خودمون نباشیم کارمون تمومه. خب منم تا اینجا اومدم دیگه بیش از این نمیکشم، نمیتونم اصلا دیگه، برام هیچی مهم نیست. بعدم وقتی میبینم نتیجه همه زحمات و گرفتاری ها و دردسرایی که من داشتم و رنج هایی که بردم و بیخوابی ها و ناراحتی هایی که کشیدم شده هیچی، که تو میگیری میخوابی، بهانت هم اینی که نمیتونم باشم. چطور آدم نمیتونه باشه؟ همه آدم های دنیا میتونن شبا صبح ساعت 7 ساعت 8 بیدار بشن، تو بیا 6 هفته ساعت 7 8 صبح بیدار شو، شاید بعد ساعت 11 10 دوازده میخوابی، مشکل حل میشه یک بار برای همیشه، چون با 6 7 ساعت بخوابی، 6 7 ساعت تو زمان به موقع و درستش بخواب، بعدش ببینیم به کارهای دیگه چوری میرسه. یکی این باش جدی باشید، ببینید به کجا میرسه و نشون بهش بدید که واقعا شما دیگه مایوس شدید و امیدتون رو و همه رو از دست دادید، و بعد شاید بتونه این برانگیزه میل اونو برای که بتونه خودش رو ثابت کنه، شاید یه تغییری در رفتارش به وجود بره. اولین مسئلهش هم مسئله خوابش عزیز، یعنی اگر به شب بیدار روز خواب یعنی در این وضعیت بمونه امیدی نیست. من حرف شما این است که یک کار رو همه میتونن بکنن، تو هم میتونی بکنی که هفته صبح بیدار شو. تا بیا یه هفته صبح بیدار شو، قول به تو میدم شب هم میگیری میخواب، و این رو بهش فشار بیارید و بگید باید بکنی. گوش به حرف نمیدونم مشاورینتون هم ندید. تمام تلاشم رو میکنم، برحال امیدوار شدم، زیاد جدی نیستم، یعنی نمیتونم نمیدونم چرا براش جدی. من متوجه هم عزیزم، میفهمم اتون، میتونم متوجه بشم چرایش هم میفهمم، ولی برحال میست که چاره ای نیست عزیز. برخی از اوقات متاسفانه تمام تلاشم رو میکنم آقای دکتر. برحال ببینید چه میکنید، امیدوارم موفق باشید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون براتون، آرزوی عمر طولانی دارم واقعا، ازتون ممنونم به خاطر همه چراغ هایی که تو زندگی ماها روشن میکنید. خواهش میکنم، لطف دارید، خدا نگهدارتون.